معمولا هر وقت اسم رژیم میاد فکر همه میره سراغ فیله مرغ، چون یکی از بهترین و سیر کننده ترین انتخاب هاست. شما رو نمیدونم، ولی من یکی که حاضر نیستم فیله مرغ آب پز و بیمزه بخورم، پس تلاش میکنم اونو به خوشتم ترین شکل ممکن طبخ کنم. توی این ویدیو میخوام یه مدل استیک مرغ و سبزیجات درست کنم که از لحاظ طعمی 5 هیچ از غذاهای غیر رژیمی جلوتره. پس برو بریم. همونطور که دیدین فیله مرغا رو به روغن زیتون آغشته کردم. حالا از ادویه تاکو استفاده میکنم. من این ادویه تاکو رو از هاوس اسپایس تهیه کردم و باید بگم یکی از بهترین تجربه های استفادم از ادویه بود. یه جورایی به مرغمون طعم سوسیس کالباسی میده، یا شاید هم خیلی بهتر نمیتونم توضیح بدم. حالا نمک دریا رو به مرغا اضافه میکنم. شما اگر میخواید نمک دریا استفاده کنید، حتما از نوع کارخونه‌ای و بهداشتیش تهیه کنید. اگر جز این باشه برای سلامتی خوب نیست. بهتره که مرغامون 1 الی 2 ساعت با این ادویه ها استراحت کنن. میرسیم به سبزیجات. تا حالا گل کلم رو گریل کردین؟ یکی از خوشمزه ترین هاست. من با همون ادویه تاکو و روغن زیتون طعم‌دارش کردم، ولی به نظرم با زعفرون و آب لیمو هم چیز شاهکاری از آب در بیاد. حالا وقتشه مرغا رو گریل کنید. من از تفه چدن استفاده کردم. شما میتونید از تاب رژیمی هم استفاده کنید. گل کلم رو هم میذاریم کنار مرغا. بچه اگر دقت کرده باشید، من سعی کردم مرغا رو با قطر کمتری برش بزنم. سبزیجات رو توی این فاصله میچینیم توی بشقابمون، چون برای گریل شدن هر طرف مرغ ها به 4 الی 5 دقیقه زمان احتیاج داریم. قارچ رو هم میذارم گوشه تابه. همونطور که دیدین کاهو، کرفس، بروکلی، گوجه و زیتون سیاه داریم. بهتره که نصف بشقابمون رو سبزیجات تشکیل بده، 1/4 رو پروتئین و 1/4 باقی موندهش رو کربوهیدرات. تو این فاصله سیب زمینی رو میذاریم داخل ماکروویو که بپزه. حالا میخوام یه مقدار از این فیله رو بچشم. طعمش عالی شده. حالا قارچ و سیب زمینی پخته شده رو میچینم داخل تابه. دیگه تقریبا میشه گفت غذامون آماده است. حالا میخوام یه سس خیلی معمولی و شاید از نظر شما بدمزه رو تبدیل به یه سس خیلی خیلی خوشمزه بکنم. این سس کاله 0% چربی رو با آب لیمو ترش، نمک، سس خردل، و ماست کم چرب ترکیب میکنم. بدون اغراق میگم طعم این سس بی‌نظیر شد. شما هم اگر این سس رو توی یخچالتون دارین، حتما این ترکیب رو امتحان کنید و خبرش رو به من بدید. واقعا یه دیپ بی‌نظیر و خوشمزه شده بچه‌ها. بافت مرغم ببینید، اصلا نگران پختنش نباشید. تا آموزش بعدی، خدافظ.